داستان بازی Resident Evil Revelations 2. کلیر ردفیلد یکی از شخصیت‌های اصلی سری بازی‌های Resident Evil در این شماره از بازی دوباره برگشته. خب اگه آماده اید شروع کنیم، لایک و سابسکرایب و اون زنگوله کنارش یادتون نره. در سال 2011، یعنی درست 7 سال پس از حادثه تراگریجیا، یه سازمان غیردولتی به نام تراسیف در حال فعالیته. سازمانی آزادی بخش که هدفش فعالیت تو مناطقیه که تحت تأثیر تروریسم بیولوژیکی و حملات شیمیایی قرار گرفته، مثل شهر کیجوجو تو بازی رزیدنت 5. سازمان تراسیف یه مهمونی ترتیب داده که کلیر ردفیلد که عضو ارشد این سازمان هم توش حضور داره. کلیر بعد از حادثه راکون سیتی حالا با عضویت سازمان تراسیف در اومده. ما اینجا با یکی دیگه از اعضای سازمان، یعنی مویرا برتون، آشنا میشیم. مویرا همونطور که از اسمش مشخصه دختر بری برتونه. بری برتون عضو سابق استارز که تو بازی رزیدنت 1 حضور داشت. بری حالا عضو گروه BSAA. مویرا از لحاظ شخصیتی سرکش و یه جورایی بدخلاقه. رئیس کلیر ردفیلد که اسمش نیل فیشره هم تو مهمونی حضور داره و تو صحبتی که با کلیر داره بهش میگه درباره حادثه‌ای که اخیراً تو واشنگتن اتفاق افتاده چیزی شنیده یا نه. اون همچنین یه دفترچه هم تو دستش داره که لیست اعضایی که تو مهمونی هستن داخل اون دفترچه نوشته شد. مویرا راجع به رابطش با پدرش با کلیر صحبت میکنه و میگه نمیتونن با هم کنار بیان، که تو این لحظه یهو برقا قطع میشه. گروه شبه نظامی با اونجا حمله میکنن و نوعی دارو رو به تمام کسایی که اونجا هستن تزریق میکنن. اونا کلیر رو شناسایی میکنن و یه ماده خاص رو به اون هم تزریق میکنن و کلیر از هوش میره. وقتی که به هوش میاد خودش توی سلول میبینه که به نظر میرسه مربوط به یه زندان توی جای پرت. اون همچنین متوجه میشه یه دستبند عجیبم به دستش متصل شد. درهای سلولم به طرز عجیبی باز شدن. کلیر از سلول بیرون میاد و در این تعجب مویرا رو میبینه که اونم اونجاست. مویرا از لحاظ روحی به هم ریخته، ولی کلیر میگه که آرامشش رو حفظ کنه و خونسرد باشه. اونا ناگهان توسط یه مرد جهش یافته مورد حمله قرار میگیرن. اونا به راهشون ادامه میدن و کمی جلوتر یکی از همکاراشون رو میبینن که در حال مردنه و بهشون میگه اوضاع اینجا خیلی خطرناکه. از طریق دوربینای اون مکان به نظر میرسه اونا توسط یه فرد مرموز زیر نظرن و تمام حرکاتشون بررسی میشه. کلیر کمی جلوتر متوجه میشه که یه اسلحه اونجاست و اونو پیدا میکنه و ورش میداره و به مویرا هم میگه که از اسلحه استفاده کنه، ولی مویرا قبول نمیکنه و میگه خاطره خوبی از اسلحه نداره و یه اتفاق بد با اسلحه وقتی که بچه بوده براش افتاده. کمی جلوتر اونا صدای یه زن رو از دستبندی که به مچشون وصله میشنوند که داره باهاشون صحبت میکنه. اون زن بهشون میگه که کاملا زیر نظرن و رنگ دستبندشون با توجه به مقدار ترسی که از خودشون بروز میدن تغییر میکنه. اونا بعد از درگیری با زامبیایی که تو زندانن و همچنین تله های امنیتی زندان، بالاخره موفق میشن از زندان خارج بشن و به یه محیط باز برسن، فضایی که کاملا براشون عجیب و ناشناست. اون زن مرموز دوباره باهاشون تماس میگیره و خودشون ناظر معرفی میکنه و بهشون میگه خودشون رو به مکانی به اسم وسک برسونن. کلیر و مویرا از دور یه دکل رادیویی رو میبینن و فکر میکنن شاید بتونن با استفاده از اون دکل پیامی برای درخواست کمک بفرستن. وقتی به دکل رادیویی میرسن، مویرا با عجله از طریق فرستنده درخواست کمک میکنه، ولی ظاهرا کسی نیست که جوابشونو بده. اینجاست که کلیر به بالا نگاه میکنه و متوجه میشه که اونا توی جزیره دور افتاده گیر افتادن. شب فرا میرسه. مشخص میشه که تعداد دیگه ای از افراد سازمان تراسیف هم مثل کلیر و مویرا تو این جزیره گیر افتاده بودن.
نیل فیشر رئیس کلیر و دو نفر دیگه به نام های پدرو و گی. این افراد در حال فرار هستن. نیل ازشون جدا میشه و پدرو و گی به راهشون ادامه میدن تا اینکه به جایی به اسم وسک میرسن که یه میخونه توی روستای متروکه است. اونا داخل بار میشن. پدرو یه دستبند که مال یکی از همکاراشونه که کشته شده همراهش داره و میخواد بررسیش کنه که تو همین بین کلیر و مویرا رو میبینه. گیب؟ ردفیلد. ظاهراً اونا به حرف اون زن مرموز خودشونو به اینجا رسوندن. برقای بار وصل میشه و در این لحظه ناظر باهاشون صحبت و اعلام میکنه همه شما بخشی از یه پروژه آزمایشی هستین و یه نوع ویروس بهتون تزریق شده و در ادامه مشخص میشه کدومتون طاقت نمیارین و کشته میشین و کدومتون برگزیده و انتخاب میشین. گیب کلیر و مویرا رو به یه هلیکوپتر که خرابه میرسونه و میگه میشه جمع جورش کرد و راش انداخت و شروع به تعمیرش میکنه. در واکنش ناظر با به صدا در آوردن آلارم جزیره تمامی نیروهاش در حالت آماده باش قرار میده. اینجاست که گروه تو بار گیر میافتن و از همه طرف مورد حمله موجودات آلوده شده قرار میگیرن. در ادامه پدرو توسط موجودات زخمی و مورد حمله قرار میگیره و آلوده میشه. ناظر میگه ترس مثل این معاشه برای این ویروس عمل میکنه، همین که بترسی کار تمومه. اینجاست که پدرو تحت تاثیر اون ویروس جهش پیدا میکنه و تبدیل به یه زامبی میشه. ناظر میگه اون انتخاب نشده بود و سزاوار این سرنوشت. اون از پدرو جدا میشن و در ادامه نیل رو میبینن که خودشو به اونا میرسونه و میگه که یه راه فرار پیدا کرد. اونا خودشون از روستا خارج میکنن و در دوردست یه ساختمون بلند میبینن که نورانیه و احتمال میدن مقر ناظر اونجا باشه و سعی میکنن به اونجا برسن. اینجاست که یه گله زامبی حمله میکنن و نیل ازشون جدا میشه. اونا برایشون ادامه میدن و به قسمت‌های شهری جزیره میرسن و یه دختر بچه رو میبینن و فکر میکنن که اونو قبلا تو زندان دیدن. اونا دنبالش میرن و موفق میشن پیداش کنن. مویرا اون دختر بچه رو که ترسیده سعی میکنه آرومش کنه. بعد درگیری با یه زامبی اون دختر بچه اونا رو به سمت خیابونای شهر راهنمایی میکنه. تو این بین گیب همون هلیکوپتر رو تعمیر کرده و بالا سرشون به پرواز درمده و میخواد اونا رو سوار کنه تا همگی با هم از جزیره بزنن بیرون. ولی یکم خوشخیالیه چون که ناظر دوباره دردسر درست میکنه و گیب کنترل هلیکوپتر رو از دست میده و دستپاچه میشه و میترسه و همین ترس باعث میشه دستبندش واکنش نشون بده و اونو تبدیل و آلوده کنه. اون سعی میکنه دستبندش رو جدا کنه ولی بیفایده است. این وسط اون دختر بچه هم توسط یه ناشناس روبوده میشه و گیب که کنترل هلیکوپتر رو از دست داده سقوط میکنه و هلیکوپترش منفجر میشه و میمیره. اونا به سمت اون برج میرن اما نمیتونن اون دختر رو پیدا کنن که حتی نمیدونن اسمش چیه. اونا یه نامه از طرف نیل پیدا میکنن که توش نوشته خودتون رو به کارخونه برسونید. اونا به جستجوی اون کارخونه میپردازن، کارخونه ای که ظاهرا قبلا ازش به عنوان کشتارگاه استفاده میشده. به نظر میسه ناظر دوباره اونا رو زیر نظر داره اما اونا موفق میشن تله های اونو دور بزنن و یه جورایی بهش رو دست بزنن. ناظر برگ آخرش رو روم میکنه و سیستم انفجار و خودکار کارخونه رو فعال میکنه اما کلیر و مورا درست لحظات قبل از انفجار موفق به فرار از اون کارخونه میشه. اونا در ادامه به مسیر کانال فاضلاب میرن که در انتها به اون برجی که دیده بودن ختم میشه. کلیر و مورا با خودشون فکر میکنن که احتمالاً ناظر حالا تصور میکنه که اونا تو انفجار کشته شدن و حالا میتونن یه جورایی غافلگیرش کنن. اونا با این موضوع هم فکر میکنن که در واقع نیل بود که با نامش اونا رو به اون کارخونه هدایت کرد ولی خودش اونجا نبود. به هر حال اونا به مسیرشون ادامه میدن تا اینکه با یه پیرمرد روبرو میشن که ظاهراً عضو اون برنامه آزمایشی که ناظر صحبتشو میکرد نیست. یعنی ویروس بهش تزریق نشده و کلاً در جریان نیست که چه اتفاقی تو این جزیره افتاده. پیرمرد میمونه که اونا آلوده نیستن و بهشون میگه که تنهاش بذار. کلیر و مویرا به مسیرشون ادامه میدن تا اینکه به جایی میرسن که ظاهرا زیر اون برج بزرگ قرار داره. اونا به یه قبرستون میرسن که یه سری قبرم اونجاست. این قبر در واقع قبر آدمایی که خودشونو واسه شخصی به نام الکس وسکر قربانی کردن.
شاید اسم الکس وسکر براتون آشنا باشه. اگه اولین قسمت از داستان بازی رزیدنت ایول رو تو کانالمون دیده باشین حتما باهاش آشنایی پیدا کردین. خب اگه ندیدینش میتونین با استفاده از لینکی که بالا سمت راست همین صفحه یا با استفاده از لینکی که تو دیسکریپشن همین ویدیو قرار دادیم ببینید. اونا به سمت بالا میرن و گزارشایی رو پیدا میکنن مبنی بر اینکه یه سری نیرو در حال کار کردن روی ویروسی جدید به نام تیفوبوس هستن. اونا همچنین تحقیقات روی ویروس اوروبوروس که تو آفریقا وجود داشت و تو بازی رزیدنت 5 دیدیم رو هم ادامه میدن. ویروس تایرانت فوبوس که به صورت مخفف ویروس تیفوبوس خونده میشه یکی از مشتقات ویروس پروژنیتوره و با هدف ایجاد یک ابر انسان بدون هیچ گونه عوارض جانبی منفی ایجاد شده. این تحقیق با الهام از یکی از پروژه های ابتدایی شرکت آمبرلا انجام شد که قصداش ویروسی رو مهندسی کنه که حتی ضعیفترین فرد رو هم برای مدت نامحدودی زنده نگه داره و در واقع زندگی جاودانه بهش بده. تحت سرپرستی دکتر الکس وسکر پروژه دیگه تو همین راستا آغاز شد و هدف پروژه هم این بود که با استفاده از فناوری پیشرفته رایانه‌ای یک نسخه دیجیتالی از شعور افراد حاضر در پروژه وسکر رو در مغز یک شخص ثالث بگنجونن تا از این طریق بتونن به حیات جاودانه دست پیدا کنن. واسه اگه نمیدونین افراد گروه وسکر چه کسایی هستن، بهتر ویدیوی قسمت اول داستان رزیدنت ایول که لینکش بالا سمت راست همین صفحه و همچنین در قسمت دیسکریپشن همین ویدیو وجود داره رو ببین. در ادامه مویرا یه جورایی به کلیر میگه رفتار حرکات نیل مشکوکه، چرا که تو حمله زامبی ها هیچ وقت رنگ دستبندش عوض نشد، که کلیر بهش میگه اینطور نیست و حتما ترسی از خودش بروز نداده که رنگ دستبندش عوض نشد. اون همچنین دفترچه‌ای که نیل همراه خودش تو مهمونی داشت رو اینجا پیدا میکنه و در کمال تعجب میفهمه که نیل اعضای تراسیو رو فروخته و حتی کسایی که قرار بوده دزدیده بشن و تحت آزمایش قرار بگیرن رو خودش انتخاب کرده. نیل در واقع نیست و از افرادی تشکیل داده که سابقه مواجهه با یک حادثه تروریسم بیولوژیک رو تو کارنامه‌شون دارن و اینطوری میتونن مطمئن بشن که شانس اثر بخشی ویروس رو اونا بالاست، چون همونطور که قبلتر متوجه شدیم عنصر ترس به صورت منفی عمل میکنه و باعث جواب ندادن ویروس و تبدیل سوژه ها به زامبی میشه. توی این لیست فقط مویرا است که سابقه مواجه شدن با هیچ حمله تروریستی رو نداشته، ولی تو نامه ای نوشته شده که چون آزمایشاتی که روی اون انجام دادن امیدوار کننده بوده، مویرا هم توی لیست قرار گرفته. اونا تو مانیتور نیل رو میبینن که داره با یه زن صحبت میکنه. نیل به اون زن میگه من با قولم عمل کردم و کیس مورد نظر رو برات آوردم، حالا نوبت توه. در واقع قرارشون این بود که نیل کیس مورد نظر که در ادامه بهش اشاره میکنیم رو برای الکس بیاره و اون هم در عوض یه نمونه ویروس اوروبوروس رو به نیل بده تا بتونن ازش واکسن تولید کنن. الکس به قولش عمل میکنه اما یه جوره دیگه. Now it's your turn to fulfill your end of... What did you... Well, you wanted an Ouroboros sample, now you've got it. اون ناگهان نمونه ویروس اوروبوروس رو به نیل شلیک میکنه و آلودش میکنه و میگه ببین من در تمام این مدت میدونستم که تو در واقع جانشین لنسل تو گروه اپریسی بودی و قصد داشتی با ایجاد وحشت از فعالیت‌های تروریسم بیولوژیکی اپریسی رو دوباره احیا کنی و اونو در حالی که حالا آلوده شده ترک میکنه. کلیر وقتی ویدیو رو میبینه شوکه میشه که این همه مدت چطور به نیل اعتماد کرده. اونا به مسیرشون ادامه میدن تا اینکه دوباره به خود نیل میرسن که در حال دست و پنجه نرم کردن با اثرات ناشی از تزریق نمونه ویروس اوروبوروسه. نیل از کارهایی که کرده دفاع میکنه و میگه که به نظرش درست عمل کرده و کلی رو کنار میذاره و چون بدنش میزبان مناسبی برای ویروس اوروبوروس بوده به طرز عجیبی جهش پیدا میکنه و تبدیل به یه هیولای تایرانت مانند بزرگ میشه. کلیر حالا باید با رئیس سابقش مبارزه کنه. بعد درگیری نفسگیر و سخت کلیر و مویرا موفق به شکست نیل میشن. اون از آسانسور بالا میرن ولی نیل دست بردار نیست.
کلیر برای دفاع از مویرا چاقو رو به قلب نیل فرو میکنه و جفتشون به پایین پرت میشن. حالا کلیر رو زمین و زخمی شده و اسلحه‌اش هم ازش فاصله داره. اینجاست که مویرا بر ترس همیشگیش بر اسلحه غلبه میکنه و به صورت نیل شلیک و کارش رو تموم میکنه. در همین حال ما ناظر رو میبینیم و متوجه میشیم ناظر در واقع همون الکس وسکر. الکس وسکر مبارزه کلیر و مویرا با نیل رو میبینه و همچنین ما اینجا اون دختر بچه رو میبینیم که به یه دستگاه متصله و اسمش هم ناتالیاست. در قسمت بعد میبینیم که الکس وسکر چه فکرایی تو سرش داره و هدفش از وصل کردن ناتالیا به این دستگاه چیه؟